سرخط خبرها و مهمترین ها، فارن پالیسی، طالبان پول حاصل از معادن طلا در بدخشان و تخار را با القاعده تقسیم می کنند. حل تنش های اخیر، سفیر طالبان در پاکستان به دیدار آصف درانی رفت. قتل فجیع یک نوجوان در هرات. جهان برای محو طالبان متحد شد. کاخ سفید، امریکا به روسیه درباره حمله تروریستی احتمالی هشدار داده بود. مشروع خبرها. فارن پالیسی با نشر گزارش گفته که شبکه القاعده دوباره به افغانستان برگشته است. وزیر محافظت طالبان هفته 10 میلیون دلار از معادن در شمال شرق کشور سود میبرند. این رسانه گزارش یک مرکز تجزیه و تحلیل در لندن را روز جمعه منتشر کرده و گفته است که جزئیات آن را منابع مستقل تایید کرده است. در این گزارش آمده است که شبکه القاعده زیر حفاظت طالبان 10,000 کارگر را برای استخراج غیرقانونی معادن در بدخشان و تخار استخدام کرده است و هفته 10 میلیون دلار از معادن طلا در بدخشان و تخار به جیب میزند. این رقم سهم 25% القاعده از این معادن را نشان میدهد که اعضای حقانی ها و گروه حبت الله خانزاده به این شبکه داده میشود. در این گزارش آمده درآمد ماهانه طالبان از معادن طلا به بیش از 25 میلیون دلار میرسد، در حالی که این پول در بودجه رسمی آنان دیده نمیشود و مستقیما به جیب مقام های بلندپایین گروه و شبکه های شخصی آن میرود. بر اساس اطلاعات این گزارش، از آغاز استخراج معادن در اوایل سال 2022 القاعده در مجموع 194.4 میلیون دلار به دست آورده است. از سوی دیگر این رسانه گفته است که القاعده در سطح بلند مقام های طالبان حضور دارند و در تصمیم گیری ها شریکند. از سوی دیگر این موسسه لندنی در گزارش 14 گروه وابسته به القاعده در سراسر جهان را شناسایی کرده است که از معادن افغانستان سود میبرند و شامل جنبش اسلامی ترکستان شرقی، انصارالله تاجیکستان، تحریک طالبان پاکستان، القاعده در شبه جزیره عربستان، القاعده در یمن، القاعده در عراق، القاعده در سوریه، القاعده در شبه قاره هند، القاعده در ماهیگرب و گروه الشباب در شرق افریقا هستند. طالبان تا اکنون در مورد این گزاره چیزی نگفته است، اما انوارا ارتباط با گروه های تروریستی را رد کرده است. این در حالی است که چند پیش نیز تیم نظارت و تحلیل شورای امنیت سازمان ملل نیز از حضور القاعده در افغانستان و برپایی مراکز آموزشی در برخی از ولایت‌ها خبر داده بود. حال تنش‌های اخیر، سفیر طالبان در پاکستان به دیدار آصف درانی رفت. سفارت طالبان در اسلام آباد از دیدار و گفتگوی سفیر این گروه با نماینده پاکستان برای افغانستان خبر داده است. سردار احمد شکیب، سفیر طالبان در اسلام آباد، با آصف درانی نماینده پاکستان برای افغانستان دیدار و در مورد تنش‌های اخیر میان دو طرف گفتگو کرده است. قتل فجیع یک نوجوان در هرات. منابع ملی در هرات میگویند که یک نوجوان در این ولایت به گونه فجیع به قتل رسیده است. این رویداد در شهرک ترخوندی ولسوالی کشک روادسنگی هرات رخ داده است. به روایت منابع، سر مسعود 16 سال از تنش جدا شده است. تا اکنون دلیل و انگیزه این رویداد مشخص نشده است. رئیس پارلمان اروپا: آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است را فراموش نمی کنیم. رئیس پارلمان اروپا نقض حقوق بنیادی زنان و دختران در افغانستان و افزایش خشونت جنسیتی از سوی طالبان در این کشور را محکوم کرده است. روبرتا متسولا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته بود که اتحادیه اروپا افغانستان را فراموش نخواهد کرد و همچنان اضافه کرد: ما آپارتاید جنسیتی را محکوم میکنیم. این موقف قوی پارلمان اتحادیه اروپا است. رئیس پارلمان اروپا خود نشان کرد که او با گروهی از زنان شجاع افغان در لزبون پرتغال ملاقات کرده است که از چنگ طالبان فرار کردند. او خاطر نشان کرده است که آنان اکنون دست می‌خوانند و تلاش می‌کنند تا زندگی تازه‌ای را در اروپا بسازند. این در حالی است که طالبان طی 2.5 سال گذشته حقوق اساسی زنان و دختران از جمله آموزش، تحصیل و کار آنان را نقض و وقت اعتراض به این موضوع دیدند آن را با خشونت سرکوب کرده است. این گروه روز چهارشنبه یک عمل از آغاز سال جدید تعلیمی در کشور خبر داد، در حالی که هیچ اشاره به بازگشایی مکاتب دختران نکردند. تروریسم مذهبی خطر برای همه فصول. حمله مرگبار به سالن کنسرت در مسکو نشان داد که تروریسم مذهبی خطر جهانی است، خطری که نه به مرز خاص محدود می شود و نه به زمان خاص. خلاف ساده‌انگاری شمار از سیاستمداران که گمان می کردند داعش و گروه های مشابه آن دیگر تهدید جدی به شمار نمی رود و نباید در محاسبات کلان جهانی نگرانی آنها را داشت، این حادثه نشان داد که این گونه نیست و تروریسم همچنان یک تهدید جدی برای همه است. عملیاتی که پس از 11 سپتامبر به ضد القاعده برا افتاد و جنگی که در موصول و رقه به ضد داعش به اجرا درآمد و پس از آن توافقنامه‌هایی که طالبان با ایالات متحده آمریکا امضا کرد، این ذهنیت را در میان شماری از سیاستمداران و حلقات از تحلیلگران اتاق‌های فکرشان به میان آورده بود که
تروریسم مذهبی از نفس افتاده است. یکی از دلایلی که برای این تصور داشتند کشته شدن کسان مانند ابوبکر بغدادی و ایمن الزواهری در سالهای اخیر بود و بعد انبال آن تغییر تاکتیکی در رویکرد طالبان که بزرگترین گروه تروریستی دنیا است و ایده آن را شورای عصر جدید در تاریخ مواجهه با تروریسم اسلامی قلمداد می‌کردند. یکی از محاسبات اشتباه در مورد تروریسم که صورت می‌گیرد برجسته در دانستن نقش افراد در مقایسه با ایدئولوژی است. ایده تصور می‌کنند که وجود برخی چهره‌های کاریزماتیک و پرنفوذ در جریان سیاسی عقیدتی عامل اصلی قوت و اقتدار آنها می‌باشد و هر گان چهره‌ها از میان برداشته شود بساط فعالیت آن گروه از میان بچیده شده یا به شدت محدود خواهد شد. شک نیست که شخصیت‌های پرنفوذ و پرتوان نقش مهمی در قوت گرفتن جریان‌ها و گسترش فعالیت‌های آنها دارند، اما در مورد جریان‌های ایدئولوژیک این گونه نیست، بل نقش ایدئولوژی بسیار مهم‌تر است از نقش رهبران جریان‌هاست. این چیزی است که پیروان این ایدئولوژی‌ها به تکرار بر آن تاکید کرده و می‌گویند دایه با مرگ فرزندانشان نمی میرد. تجربه نیز نشان داده است که این شعار تا حد وسیع درست است و مرگ رهبران باعث نابودی اندیشه ها نشده است. محاسبه اشتباه دیگر در مبارزه با تروریسم این بوده است که با بریدن شاخه های تنومند این جریان می توان به مرور زمان شاهد زوال و خشکیدن کلیت این پدیده شد بدون اینکه کار مهمی برای خشکاندن ریشه های آن کرد. این یکی از بزرگترین اشتباهات شایع در زمینه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم بنیادگرا بوده است. در 21 سال گذشته که تلاش های فراوان صرف مبارزه با افرادگرایی و تروریسم شد، با ادعا می شود که چنین مبارزه در جریان است، همه برنامه ها به زدن و کوبیدن فیزیکی عناصر متمرکز بود که بینان جنگجویان یا فعالان میدانی این گروه ها شناخته می شدند، با آن که بسیار از تحلیلگران هشدار می دادند که تروریسم مسئول یک تفکر خاص است و این تفکر رسای افراد، مراکز، شبکه ها و سازمان های مختلف تبلیغ و ترویج می شوند و برای پایان دادن به غایبه باید به سراغ اصل تفکر و جلو گسترش این اندیشه را گرفت. در عمل هیچ اراده با آن کار دیده نمی شد یا تلاش های محدود برای برچیدن آن صرف می شد. نتیجه عمل این رویکرد این بود که هرچه شاخه های تروریسم بریده می شد، شاخه تازه شروع به رویدن می کرد، زیرا ریشه ها زنده بودند و تر و تازه می ماندند. عامل مهمتره که در این زمینه باید در نظر گرفته شود استفاده ابزاری و برخورد تاکتیکی با پدیده تروریسم بوده است که تقریبا همه کشورهای بزرگ جهان و همه کشورهای متنفذ منطقه ما در پیش گرفته بودند. هر یک از این کشورها تروریسم را به خوب و بد تقسیم کرده و هرچند به زبان نمی آوردند، اما در عمل نشان می دادند که تروریسم اگر وسیله مزاحمت برای رقیبانش باشد، تروریسم خوب و مطلوب است و از انگامی به تروریسم بد تبدیل می شود که در خدمت آجندای سیاسی دیگر قرار بگیرد. همین رویکرد بود که گروه مانند طالبان را یک دوست دشمن آشناپذیر و روز دیگر یک جریان طرف معامله و طرف قرارداد معرفی میکرد. هنگامی که سیاست از ارزش‌های اخلاقی و حقوق بشری فاصله گرفته و در مسیر پرگماتیزم به ضابطه قرار بگیرد، به این سراشیبی فرو میغلدد. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.